مثلا بچه میدوه بهش میگه do not run. بعد میگم که he asked him, ازش خواست، اون از اون خواست که not to run، ندوه. اوکی not to رو میاریم. پس این توی حالت جمله های دستوری ما زمان رو دست نمیزنیم، توی بقیه زمان، بقیه حالت ها زمان رو دست میزنیم. و در بعضی جاها بود که ما دست نمیزنیم و اونم این بود که زمانی بود که ما میایم چه بگم، مثل حقیقت کلی هستش یا همین الان گفته شده، ما اینها رو زمانش رو دست نمیزنیم. و یا اینکه زمانش خودش گذشته کامل یا حال کامل باشه، دیگه اونها رو ما گذشته تر نمی کنیم، یا فعل کمکی گذشته مثل بود، کود، مایت و اینها باشه، اونها رو دوباره عقب نمی بریم. اینا کلن موردهای بود که ما تو بهشون برای تو زمانشون دست نمی بریم. حالا اینکه این حالت لیستش شد، اما کلی ترش با جزئیات بیشترش درباره توی درس هست که اگر که براتون جا نیفتاده یا احساس میکنید که نمیدار وقت لازم دارید تا متوجهش بشید، یک بار دیگه ویدیو رو ببینید، با یک کاغذ جلوتون یادداشت بردارید. و پیشنهاد میکنم که از روزنامه یا مجله یا نوشت روی اینترنت مثلا یه ایمیل یه چیزی رو، جمله های افراد رو بردارید، باشون دست پنجه نرم کنید، به گذشته ببریدشون، انتقالش بدید، مثلا گزارشش بدید، اینگار که اون فرد به شما گفته، حالا شما خیلی به من بگید، مثلا چجوری اینو میگید، یا مثبت گفته انتقال میدید، منفیش هم میکنید و انتقال میدید. همین کار رو میتونید با جمله ها انجام بدید، احتیاج به تمرین زیاد داره. یک ساعت ویدیو دیدید، توقع نداشته باشید که عمل بشه، یعنی بیاد توی اکتیف، توی انگلیسی صحبت کردن هر روزه یه شما. یک ساعت تمرین حداقل نیاز داره، یک ساعت دیدن ویدیو، یک ساعت تمرین، و بعد دوباره شاید برای یکی این پاسخ خوب باشه، برای یکی باید این مسئله چندین بار انجام بشه. این هستش که دست از تمرین نکشید، توقع معجزه نداشته باشید که با دیدن یک چیز همه چیز براتون، همه پرسشاتون رفع شه. اینها خیلی امید میده که آها چقدر راحت بوده، ولی وقتی میایم صحبت کنیم میبینیم که نه نه، بازم گیر میکنیم. مثلا اینه که ما تمرین نداشتیم، اصلش رو گرفتیم ولی توی حالت روزانمون هنوز نیومده. این هستش که برای اینکه بکشیمش بیاریمش توی دایره کاربردی هر روزمون، نیاز به این داریم که تمرین کنیم، تمرین کنیم و تمرین کنیم. کتاب تمرین داشته باشید، اگر کتاب هم ندارید یا مثلا کتابی که دارید اینها داخلش نیست، از روزنامه استفاده کنید، از نوشته‌های اینترنت استفاده کنید. هست جمله ریخته، با جمله ها بازی کنید، جمله ها رو به زمان گذشته ببرید، با آینده ببرید، همونجور باشون ببرید، پرسش کنید، منفی کنید، گزارشش کنید، تک کوشن براشون بسازید، و اون وقت می‌بینید که خیلی تسلطتون به زمان بیشتر شده. و موقعی که می‌خواید توی روبروی یک آدم مثلا نیتیو می‌خواید صحبت کنید، هیچ جور کم نمیارید. این رو من به شما قول میدم اگر به اندازه کافی تمرین داشته باشید. ضمن یه سری از دوستانم میان میگن که آقا من الان 60 سالمه، من الان 55 سالمه، اینجورم اونجورم، و خب البته تو شرایط من نمیدونم چه، میدونم، قبول دارم، همه ماها گرفتاری هایی داریم، همه ما مشکلات مثلا سن و اینا هم داریم، همه اینا درسته، اینا فاکتورهایی هستن که به هر حال تاثیر میذارن توی آموزش ما، توی یادگیری ما. منتها یادگیری برای همه ما اتفاق میفته. به قول آلمانی ها ضرب المثل زیبایی دارن که میگن که آدم زمانی نمیتونه یاد بگیره که مرده باشه. پس اگر به این دیگه اینو نوار کوئسچن نکنیم، این رو زیر پرسش نبریم، این ضرب المثل رو باید خودمون متقاعد کنیم که من هم یاد میگیرم. حالا شاید دفعه اول یاد نگیرم، شاید دفعه دوم یاد نگیرم، اشکالی نداره، هنوز وقت دارم، ادامه میدم، 30 بار 40 بار هر چند بار که لازم هست اون مطلب رو از درهای مختلفش وارد میشم، بالاخره اون مطلب رو فرا میگیرم. مثلا همین اگر میبینید که یاد نمیگیرید، گرفتارید یاد نمیگیرید، سنتون بالا هست یاد نمیگیرید، سنتون پایین هست یاد نمیگیرید، هر مشکلی دارید که یاد نمیگیرید، فقط یه کاری کنید، دوباره انجام بدید، تکرار کنید، حتما 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 یاد میگیرید. اصلا چیزی نیست که
غیر ممکن باشه. کسان دیگه تونستن، پس ما هم میتونیم. اوکی، پس به تمرین ادامه میدیم. باز اگر پرسشی داشتید با من در تماس باشید. عذرخواهی میکنم از دوستانی که درسایی رو که خواستن طول کشیده تا آماده بشه. به هر حال این اتفاق میفته، تعداد درس ها و درخواست ها بالا هست. من تلاش میکنم که هر چه زودتر درس های دیگه که توی لیست هست روی دیوار الان هستش، دونه دونه اینها رو هم انجام بدم و از روی دیوار بیارمش روی یوتیوب قرارشون بدم. اوکی، امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید و مطلب فرا گرفته باشید و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. تا اون موقع شاد و پیروز باشید. بدرود.